بر اساس مطالعاتی که اواخر سال گذشته توی اسفند ماه برای استان کرمان داشتیم، گزارش هم اینو نشون میده که بیشترین میزان فرونشست اتفاقا حالا در مناطق پیرامونی خود شهر کرمان هست که خب یه نرخ قابل توجه فرونشست حدود 27 سانتی متر در سال توی مناطق جنوبی شهر کرمان تجربه شده. شاید اگر بدانید وقتی زمین در اینجا یعنی میدان گنجعلی خان تنها 4 میلیمتر نشست کند باید اعلام وضعیت بحرانی شود، تصور بهتری از اینکه 27 سانتی متر نشست میتواند چه بلایی بر سر این بنا یعنی حمام گنجعلی خان بیاورد داشته باشید. نه تنها آثار تاریخی شهر کرمان بلکه سر تا سر پهناورترین استان ایران از شمال تا جنوب حالا در یک خطر جدی هستند. فروچاله ها و فرونشست هایی که اکثر کشور را درگیر کرده به سراغ استان کرمان نیز آمدند. صبر کنید، این تمام ماجرا نیست. علاوه بر فرونشست بر اثر آبهای زیرزمینی، شهر کرمان دو تهدید به خصوص دیگر نیز دارد. یکی پایین رفتن آبهای زیرسطحی بعد از اجرای پروژه فاضلاب و دیگری وجود قنات‌های قدیمی متروکه زیر سطح شهر. به شهر کرمان مثل یک کاسه‌ای بوده، یک لایه نفوذ ناپذیری داشته و این آب آبهای چاه‌های جذبی فاضلاب به لایه‌های پایین می‌رفته و به جای اینکه خوب ده بشه بره، در واقع آب بالا اومد. خب خیلی از ساختمان‌های که الان مثلا در 11 سال پیش ساخته شدن هم الان در حال حاضر دارن دچار مشکل میشن. مشکل ناشی از در واقع خب بالا آمدن آب زیرسطحی. آب‌های زیرسطحی ناشی از شاه‌های جذبی فاضلاب در شهر کرمان در 10 سال گذشته بالا و بالاتر آمدند. حالا در همین شهر کویری که در فصول گرم سال شهروندانش درگیر کمبود آب شرب هستند، در هر نقطه‌ای از آن در فاصله حدود 9 متری زیر زمین این گونه آب بیرون می‌آید. آبی که بعد از اجرای پروژه فاضلاب شهری و پایین رفتنش احتمال جدی خطر فرونشست را به دنبال دارد. این فروچاله که در اثر آن یک کامیون میکسر سیمان در دل زمین فرو رفت، بهمن ماه 1400 در خیابان سرباز کرمان رخ داد. علت این نشست قنات‌های قدیمی است. قنات‌های خفته‌ای که حالا مثل آتش زیر خاکستر کرمان را تهدید می‌کنند. زیر شهر کرمان شبکه قنات حدود 100 ساله‌ای وجود دارد که رفته رفته متروک شدند. آب‌های زیرسطحی آنها را فرا گرفته، تخریب کرده و حالا این تخریب‌ها به سطح زمین رسیده و این گونه نمایان می‌شود. پیش از آن که ببینیم تهدید فرونشست زمین در اثر پروژه فاضلاب و قنات‌های قدیمی برای شهر کرمان تا چه حد جدی است، بیایید نگاهی به وضعیت فرونشست دیگر نقاط این استان بیندازیم. استانی که سابقه اولین نشست زمین در کشور را دارد. فرونشست زمین توی استان کرمان در اثر برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی است. خب تاریخچه این تیپ فرونشست ها توی سنوات گذشته، یعنی بیش از 50 سال قبل که اتفاقا توی کشور ما توی ایران شروعش از استان کرمان، اولین گزارشاش توی استان کرمان بوده توی دشت رفسنجان. این شیارهای عمیق در روستای گنج‌آباد منوجان بعد از سیل دیماه 1400 در جنوب کرمان پدیدار شدند. شیارهایی که سابقه آن به دهه 80 برمی‌گردد. نه تنها منوجان بلکه در هر 7 شهرستان جنوبی کرمان خطر فروچاله‌ها وجود دارد. شرق و غرب کرمان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اما بیایید به مرکز استان برگردیم. شهر کرمان اگرچه به گفته مدیر کل زمینشناسی استان فرونشست‌های ناشی از افت آب‌های زیرزمینی‌اش بیشتر در حاشیه شهر است، اما با شتاب زیاد دارد به مناطق مسکونی نزدیک می‌شود. علاوه بر این، همانطور که در ابتدا گفتیم، وجود قنات‌های قدیمی نیز شهر کرمان را تهدید می‌کند. قنات‌هایی که کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از بروز مشکل باید مسیرهای آن مشخص شود، اما این کار انجام نشده است. ما متاسفانه یک اطلس و یا یک نقشه جامع از قنات‌ها نداریم. ارگان‌های مختلف مثل آبمنطقه‌ای، مثل سازمان نقشه‌برداری کشوری یه سری نقشه‌های قدیمی در واقع خب دارن، استخراج شدن و حتی در دسترس عموم هم نیستش. بعضی از افراد و شرکت‌ها هستن که خب برای خودشون تهیه کردن. این اطلس اگر موجود باشه خب خیلی میتونه کمک بکنه.
ساختمان‌های شهر کرمان بعد از قنات‌های قدیمی در تهدید فرونشست در اثر پروژه فاضلاب شهری هستند. هرچند این نمی‌تواند دلیلی بر توقف پروژه فاضلاب باشد و به عقیده کارشناسان مزایای انجام آن برای شهر بیشتر است، اما لزوم انجام کار کارشناسی دقیق جدی است، چیزی که آن هم تاکنون انجام نشده. اگه قرار بر فرونشستی هم هست، تابع زمان هست، یعنی برات شاید بعد از اجرای فاضلاب خود چند سال بعد از اجرای طرح فرونشست ها شروع میشه و گسترش پیدا میکنه. اینا خب این یه فرایند کارشناسی داره، به راحتی میشه اونو مطالعه کرد و تخمین زد که چه مقدار فرونشست اتفاق میفته و نرخ چیز و اون نرخش رو حتی میشه به هر حال به نوعی کنترل کرد، یعنی به هر حال اگه بحث بهره برداری از فاضلاب هم هست میشه اونو کنترل شده پیش برد و راهکارهایی که به هر حال حتما وجود داره و مستلزم اینه که همون گفتم تو اون بحث اولش این بحث مطالعات کارشناسی دقیقی روی بستر شهر کرمان برای بحث فاضلاب و فرونشست احتمالی آینده انجام بشه که این کار انجام نشد. سه تهدید پایین رفتن آب‌های زیرسطحی، قنات‌های متروکه و کاهش آب‌های زیرزمینی، هر کدام به نوعی از مرکز تا شمالی ترین و جنوبی ترین مناطق کرمان را در معرض تهدید فرونشست قرار داده. دیگر تاریخ مصرف اظهار نظرها گذشته. حالا حتما شما هم تصور دیگری از مسئله فرونشست در استان کرمان دارید. شاید وقت آن رسیده مسئولان هم نگاه خود را به این مسئله تغییر دهند.